همونجور که میدونیم تو شش شهر گنبار که ما داریم در طول سال و این جشن‌ها مختص خود زرتشتیان هست، مال زرتشتیان هست، به دلیل اینکه بعضی از جشن‌ها مانند جشن سعد، جشن نوروز ریشه کهن‌تر از جشن زرتشت داره و مخصوص همه ایرانیانه، ولی گنبارها مختص خود زرتشتیان هست و فلسفه آفرینش رو در پی خود داره. خب در چرهای میدوزرنگا، میدوشنگا، پیدشنگا یا سرنگا، میدیارنگا میدونیم که مخلوقات خلق میشن، جانداران، گیاهان، اون آفرینش به طور کلی خلق میشه و این گنبار آخر سال گنبار پیدایش انسان هست، یعنی آفرینش انسان هست. انسان پا به عرصه گیتی میگذاره و برای همین هم نیچه گفت به طریقی از تمامی اون پدیده ها و تمامی اون نعمت هایی که آن رو مزدا در اختیار ما قرار داده هم ستایش میکنه، هم استفاده میکنه، هم که شکرگزاری میکنه، هم که با این شکرگزاری و با این سپاسگزاری سعی میکنه که اون نعمت ها رو در اختیار همه نوع بشر و همه وجودات و همه جانداران به طور کلی قرار بده. خیلی جالبه که نیاکان ما با هوشیاری بسیار بالای این جشن ها رو دقیقا در زمانبندی های خاص خودشون انجام دادن. مثلا اگه نگاه بکنیم خاطرمون هستش که در جشن سپندارمزگان زمین داره کم کم بیدار میشه، یعنی کم کم داره از خواب زمستانی بیدار میشه، ولی الان که نگاه میکنیم میبینیم کم کم درخت ها جوانه زدن، شکوفه ها باز دارن میشن و نوروز به طریق داره آغاز میشه. همونطور که به این جهان مرده، یعنی اون جهان خشکی که در طول زمستان شاخ‌ها و درخت‌ها و همه گیاهان اینا همه خشک هستن، روح دمیده میشه، برای همین هم ما معتقد هستیم که فربهر نیاکان ما به ما سر میزنن، به خانه‌های ما سر میزنن و وقتی که میبینن که همه چیز به قول من سجا هست، همه خانه پاکیزه است و ما هیچ کینه و کدورتی از دیگران نداریم و درونن شاد هستیم، در نتیجه اونها هم با شادی به سرای باقی خود باز میکردن. پس بنابراین فلسفه این که ما پنجه بزرگ رو در اصل داریم میگیریم این هست که ما میخواییم این فروهر درگذشتگانمون رو به سمت خانه خود بیاریم و از اونها استقبال بکنیم، مانند هر مهمانی که ما دعوت میکنیم یه سری مقدمات رو میچینیم. برای همین دو چهره رو در اصل ما داریم، چهره کوچک و چهره بزرگ. ببخشید این پنجه کوچک تا پنجه بزرگ. پنجه بزرگ کوچک که از اشتالیزه شروع میشه تا انارام ادامه داره و پنجه بزرگ که در اصل این روزهای پنجی که هستش که انبتگاه، شبتگاه، ستنبتگاه، بوشتگاه، رشتشگاه هست. در پنجی کوچک ما اون خانه تکوانی رو انجام میدیم، یعنی اون بخشی که گیتی هست، چون ما دو بخش گیتی و میلو داریم. در پنجی کوچک که از اشتاریزه شروع میشه تا انارام ادامه داره ما خانه و کاشانه و محیط زندگی و اون چیزی که به قول معروف اون گیتی هست رو سعی می‌کنیم پاکیزه بکنیم، آراسته بکنیم و آماده بکنیم. در پنجه بزرگ که از احنبت، پشتبت، سفنتمت و شرط و بشتوشتو هم هست، اینها قدیم به این صورت بوده که هر بخشایی از گادها رو می‌خوندن. مثلا در روز احنبتگاه بخشایی از احنبتگاه، پشتبتگاه بخشایی از پشتبتگاه و به این طریق درون خود رو هم پاکیزه میکرد. پس بنابراین درون بیرون خودمون که در پنجه کوچک پاکیزه میکردیم، درون خودمون رو در پنجه بزرگ با نیایش هایی که میکردیم و گنبارهایی که میخوندن پاکیزه میکردن و در اصل از پروهر در گذشتگانمون استفاده میکردیم. در پایان پنجه کوچک وقتی که کار خانه تکانی انجام میشده، آتشی رو در سر چارسوخ‌ها و کوچه می‌افروختن که نشانه باشه که اینجا در اصل گنبار داره شروع میشه. در قدیم به این صورت بوده که گنبار شروع میشه و در پایان پنجه بزرگ هم آتشی رو در پشت بام‌ها
می‌افروختم که اون هم نشانه بوده که در گذشتگان و فرورده در گذشتگان برای فرورده در گذشتگان اون نشانه باشه. پس این میشه گفت یک مقدمه ای از فلسفه این پنجه کوچک، پنجه بزرگ و چرا اصلا ما خانه تکانی میکنیم رو میشه گفت که به این سرکیب هست. و وقتی که فروهر در گذشتگان اون رو ما سر میزنن و میبینن که همه چیز سر پاکیزه هست، خانم کاشان پاکیزه هست، غذای خوشبو سر چراغ هست، بازماندگان شاد هستن، به طریقی اون شادی به اونها هم منتقل میشه و اونها هم شاد میشن و شادمانه به سرور باقی برمیگردن و ما هم این شادی رو در طول سال با خود و همراه خواهیم داشت. یعنی با طول سال با این شادی درونی که در ابتدای نوروز در اصل ما این رو داریم، این رو در طول سال هم با خود داریم و بنابراین برای همین هم هستش که در دین مازی هستی دین شادی هست. ما در غم و غصه نداریم و ناراحتی وجود نداره و هرچه هست شادی هست. فلسفه این که ما امروز دور هم جمع شدیم در اصل یاد بکنیم از فروهر در گذشتگانیم، یعنی این گنبار پنجی گنباری هستش که ما از فروهر بزرگان یاد بکنیم. تفاوتی که این گنبار با گنبارهای دیگه داره، من بخشهایی از فروردین همازور فروردینگان رو میخونم و همچنین آفریقان پنجه بزرگ رو میخونیم و اگر نگاه بکنیم در این به عنوان مثال همازور فروردینگان از تمامی بزرگان یاد میکنه، تمام اسامی که آورده میشه تمامی اسامی بزرگانی هستش که در راه این کوشیدند و جانفشانی کردند، از خانه و کاشانه خود گذشتند تا این دین وحی مازی هستی این روز به دست ما برسه. به روان همشون درود میفرستیم. همینطور در ضمن این اوستایی که با هم حضوری هم میکنیم، فروهر درگذشتگانتون رو یاد بکنیم، ازشون بسیاری از موفقیت هایی که ما در حال حاضر داریم، داشته هایی که داریم از دعای خیر اون عزیزان هست.